درود میگم به همه بینندگان عزیز برنامه ممنون از اینکه توجه میکنید به این برنامه ها امروز میخوایم یه موضوع جالبی با هم صحبت کنیم که چرا اسلام و جمهوری اسلامی و کلا شیعه و مناسک اینها و کلا همه رفتارها و لباس پوشیدن و فرهنگشون انقدر بیکلاس و چیپ و بی فرهنگ و به قول خودشون جوادیه یعنی انقدر اینا جوادن که حتی اسم امام جوادشون برای بیکلاسترین چیزا گذاشتن جواد جوادی خودشون هم میگن ما وقتی مقایسه میکنیم نه تنها مناسک اسلامی رو با مثلا بخوایم با آمریکا و با اروپا مقایسه کنیم بلکه حتی با خیلی از کشورهای آسیایی که هم ما هستن و یک کمی با هم فاصله دارن و حتی خیلی از کشورهای آفریقایی حتی مقایسه میکنیم میبینیم که چقدر تفاوت فرهنگه و اینا خودشون فکر میکنن که به به ما بهترین و کاملترینیم بعد ولی وقتی میری مقایسه میکنی شما عکس و فیلم رو که میذاری کنار هم میبینی که چقدر اینها خاک بر سر و بی کلاس و بی فرهنگ اولا که بیشتر کشورها سعی میکنن که جشن و شادی بیشتر داشته باشن چون مردم امروز با این بروکراسی امروز و مشغول کار و نمیدونم زندگی شخصی و اینها دیگه واقعا اصاب برای کسی نمیمونه که بخواد بیاد برای یه مش آدمایی که 200 سال پیش 500 سال پیش 1400 سال پیش مردن بیاد بزنه تو سر کله خودش بنابراین ما جاهایی که داریم زندگی میکنیم من خودم هم در اروپا بودم در چند کشور اروپایی و هم در کانادا میبینیم که بیشتر سعی میکنن که جشنا و شادی ها رو بگیرن حتی مثلا عید پاک رو که میگن که در واقع باید ازاداری باشه دیگه باور دارن که مسیح ایسا مسیح به صلیب کشیده شد و نمیدونم مراج پیدا کرد و اینها و دوباره روحش حلول پیدا میکنه با اینها و در واقع بعد از یک عالم شکنجه میمیره دیگه حالا نمیخوام وارد داستان های اون بشم ولی در واقع باید این یک ازاداری باشه براشون ولی حتی همون عید پاک رو هم میان به صورت ادای احترام و یه جوری جشن گونه برگزار میکنن شکلات هدیه میدن نمیدونم تخم رنگ میکنه از این در واقع فقط فرهنگش رو حفظ کردن نه اینکه حالا بخوان بیان برن تو عمق مسائل مذهبیش عزاداری اگه ما داشته باشیم در غرب عزاداری هایی هستش که برای روز برای امروزمونه نه برای هزاران سال پیش برای امروز بله اگه یک شخصیت مهمی مثلا فوت کنه یه یا مثلا یه عملیات تروریستی بشه مثلا شهروندانی فوت کنه اونو بله میان ازاداری عمومی میگیرن شم میذارن گل میذارن اهدا میکنن اونم نه به اون شکلی که شما انجام میدین تو سرتونو خاک بریزین و گردن زنجیر به گردنتون ببندین و اینها و به این شکل برگزار میشه عموما جشنه و ازاداری هم اگه باشه به یه شکلی که به حال قابل قبول برای جامعه و برای افکار عمومی باشه حالا میریم مقایسه میکنیم با اینها شما نگاه بکنید اون از جشنشون که مثلا جشنای اینا دیگه ای بزرگترین عیداشون عید فطرشونه که بعد یک ماه گشنگی و تشنگی و بوی گند دهن و عرق و نمیدونم لباسای چاخونه ای بلند و سیبیل و نمیدونم ریش و فلان و همه این حرفا بیان باید برن باز دلار راست بشن مثل گوسفند اونجا پولاشونو بدن بریزن تو جیب آخوندا بعد یک ما گشنگی کشیدن بعد مثلا عید قربانشونه که با اون کسافت کاری میلیون ها گوسفند و سر میبرن که اصلا انقدر زیاد میشه که حتی در خود عربستان اینها رو دیگه اصلا نظرم نمیتونن انقدر گوسفند میبرن که این بیچاره گوسفندا رو همه رو میبرن و دفن میکنن برای اینکه این همه گوشت کی قراره بخوره همش کسافتکاری و خون و خون ریزی و و وحشی بازی بعد با اونم که آشوراشونه که مال شیعه است که اونم باز همش کسافتکاری پا برنه رو آسفالت داغ را برو و زنجیر بزن پشتت خون بیاد و نمیدونم تو سر کلت بزن و بچه رو قمه بزن و گوسفند تو خیابون بکشه و بازم همش خون ریزی و وحشی بازی و نمیدونم این کارای بی کلاس. بعد بیایم بریم حتی تشی جنازه هاشون رو بابا بیای مقایسه کنیم من نمیگم مثلا تشی جنازه تو اروپا و شخصیت های آمریکا و رئیس جمهور آمریکا رو مقایسه کنیم ما میریم همون تصاویر گوگل سرچ شما بزنید تشی جنازه مثلا نسو ماندلا در آفریقا بزنید تشی جنازه گاندی در هند بزنید تشی جنازه رفیق خریری مثلا در لبنان تشی جنازه حسنی مبارک در مصر و دیگه اینا کشورهایی که نزدیک به اینا هستن از نظر تفکری ولی باز اونقدر بیکلاسی شیعه رو باز ندارن حتی کشورهایی که خیلی نزدیک ما هستن مثل لبنان اینا به واسطه اینکه اسلام توشون در اقلیت هست باز تونستن خودشون رو از اون لجنزار بیرون بکشن بعد اون وقت شما بیاین مقایسه کنین تشریف جنازه شخصیت های بزرگی دنیا رو با شخصیت اصلی کشور جمهوری اسلام شخصیت اول جمهوری اسلامی نه کشور ایران شخصیت اول جمهوری اسلامی که خمینی بود که ببینید چی کار میکنن یک مش گوسفند ار ارکنان ریختن چنان وحشی بازی در میارن که کفن مرده ای که شما مثلا خیر سرتون اینقدر برش احترام قائلین کفن مرده جر میخوره و لنگ و پاچه مرده همه از کفن میریزه بیرون و بعد هم که یک ما نگرش داشتین تو سردخونه خونه هی به مردم علکی میگفتین آی دعا کنین که این زنده بشه فلان بعد یه ماه بوگن گرفته آوردین توی پارچه پیچیدین رو سرکله مردم که تمام روده و معدش همش پخش شد و این کسافتکاری و با اون وحشی بازی که شما انجام میدین این هم از تشی جنازه که یعنی هیچ همه چیتون بی کلاس و با کسافتکاری کاری و وحشی بازی همراهه بعد حالا جالبه اینا خودشون هم برتر میدونن و از بالا به پایین به ملت ایران نگاه میکنن و نه تنها به ملت ایران اینا میگن ما کامل ترین دینیم و نه فقط در ایران بلکه میخوان مدیریت جهانی رو به عهده بگیریم و تز فکریشون رو تازه به جهان هم میخوان مخابره کنن و خب اینه که متاسفانه ایرانی که در زمان هخامنشی در زمان ساسانی اینقدر با فرهنگ بوده الان با این فرهنگ اسلامی شیعی الان به این روز افتاده و خب مردم ایران که یک اصالتی در وجودشون هست نمیتونن این دومل چرکی رو رو صورتشون قبول کنن و بالاخره این میزنه بیرون و بالاخره اینها رو این تفکر رو ما از کشورمون بیرون خواهیم کرد به یاری اورا و نه تنها حالا ما بخوایم کشورهای غربی و حالا بخوایم بیایم بزنیم تو سر خودمون ما در خود ایران باستان هم دائما جشن داشتیم در ایران باستان صرفا یک دونه ازاداری بوده که برای سوی سیاوش بود که ناجوا مردان کشته شد و اینها آخه هر چیزی را هم که از زرتوش و از فرهنگ ایران کپی برداشتن اینا رو گن زدن توش یعنی شما فکر کنید همون ازاداری که مثلا ما سویواری که برای سیاوش میکردیم و علمهای رنگی بلند میکردیم بیرقهای رنگی بلند میکردیم و حالا الان اینها به عنوان آشورا دارن ازش استفاده میکنن این را اصلا واقعا فرهنگ سوگ سیاوش رو اینا ریدن توش با این آشورایی که الان با غم کشی و زنجیرزنی و با این کسافتکاری کاری هایی که دارن میکنن شما برید ببینید در ایران باستان ما تماما جشن داشتیم جشنهای ماهیانه داشتیم جشنهای سالیانه مثل نوروز و صده و اینها داشتیم و حتی شما الان امروزه میتونید ببینید ببینید که از زرتشتی هنوز هستن جامعه زرتشتی برین جشنهاشون رو ببینید برین آتشگده رو ببینید ببینید چقدر بوی خوش میاد بوی کندور بوی اسفند و حالا شما مساجد اینها رو میرید بوی گند خفتون میکنه نمیتونی یه دقیقه بشینید همه همه چیز رو واقعا فرهنگ های ایران رو گرفتن و گن زدن توش و حالا این ایرانیه که اینها به ما تحویل دادن حتی نظری رو اینها گن زدن توش شما در آتشکده های زرتشتی برین داد و دهش فرهنگ گهنبار رو نگاه بکنین چقدر مرتب چقدر با همکاری این مواد غذایی درست میشه آل آش نون هرچی هست و بعد بدون وحشی بازی بین مردم پخش میشه و اینها حتی فرهنگ نزدی رو گن زدن توش فرهنگ سوگ سیاوش رو گن زدن توش و همه فرهنگ های ما رو اینها متاسفانه از بین بردن چنان تغییر دادن که اصلا دیگه آدم روش نمیشه بگه که اینها ریشش از فرهنگ ایران باستان بوده و به یاری اهورامزدا ایران یک روزی به هویت اصلی خودش باز خواهد گشت و این دومل چرکی که 1400 سال خودش رو چسبونده به کشور با فرهنگ ما بیرون خواهیم انداخت به یاری مزدا برنامه رو طولانی نمی کنم پاینده باشین بدرود دوستان عزیز تا برنامه این بر.